ببینید کل این نظرسنجی ها رو نباید فقط به عنوان نظرسنجی سنجید که مورد قضاوت قرار داد. این یه کارزاریه. آخه این حکومت ایران، حکومتی که بر ایران حکومت داره میکنه، این رژیم، این یه حکومت معمولی که نیست. حالا سوای این که به اصطلاح با سرکوب و کشتار سر کارن، ولی که مهمترین مشخصه هاش دروغگویی و فریبه در ایران. در ایران خب سانسور میکنه، دروغ هم میگه، به نام خدا و پیغمبر هر چی دلتون بخواد میگه. در خارج چیکار میکنه؟ خب در خارج که نمیتونه سرکوب بکنه، در خارج همین فریب افکار عمومی. این نظرسنجی یه بخش کوچکیشه. یعنی اینها هزاران روش رو استفاده میکنن برای فریب افکار عمومی که چیکار کنن؟ چون اینا که نمیتونن که برن تو کاخ سفید و نمیدونم کنگره و اینها، نیرو ندارن که اونجوری که، ولی میتونن با خرید خبرنگار، با همین نظرسنجی و هزار روشی که دارن تو آمریکا لابیستاشون رو افکار عمومی و به تبع اون روی افکار سیاستمدارا تاثیر بگذارن که سیاستایی که میخوان رو به صدا دولت جمهوری اسلامی میخواد اتخاذ بکنن. بنابراین این نظرسنجی بخشی از اونه. هدفش هم فقط این نیست که بگه که مثلا حالا مردم از حسه خوششون بیاد. هدفش به طور کلی اینه که این پیام رو بفرسته. همیشه این بوده. یعنی یه وقت این نظرسنجی یه اهداف مقطعی داره، مثلا تو مذاکرات همین هسته‌ای هر 6 ماه بار یکی میدادن که آه مردم میگن که ما بیشتر از 5000 تا سانتریفیوژ میخوام. اصلا مردم کاری به سانتریفیوژ ندارن که بگن حالا 5000 تا یا 10000 تا. یه وقت اهداف مقطعی دارن، یا مثلا همین نظرسنجی که آره مردم ایران میگن آمریکا به وعده هاش در مورد برجام عمل نمیکنه، هم حرف که خامنه اینا میذارن. ولی یه هدف کلی تر هم تو همه اینا هست، اونم اینه که این رژیم با ثبات، مردمم اعتقاد دارن به این رژیم، اونم که اعتقاد ندارن میگن که راه حل ما اینه که همه بریم تو انتخابات شرکت کنیم. یعنی ثبات رژیم و این که اگرم اگه میخواد تحولی بشه از داخل این رژیمه. این پیام رو به افکار عمومی دنیا و به سیاستمداران بدن که سیاستاشون رو مطابق این دروغ تنظیم بکنن. من در این گزارش سعی کردم این گزارش آخری رو فقط گرفتم، اینی که تو سنای آمریکا نشست گذاشتن تیتا پارسی و ابراهیم محسنی و دو نفر دیگه، ایران معرفی کنم، نگاه کوتاهی به نظرسنجی های دروغ قبلیشون بندازیم که خود همون قبلی ها رو ببینیم میفهمیم اینا چجور آدم هایی هست و چجور سعی میکنم افکار عمومی رو فریب بدن. من خودم حابیم مراجعه به بنگاه نظرسنجی سالها این کار رو میکنم، نتایجش هم اغلب از طریق همین برنامه رادیویی با آقایی و هموطنان میرسونم. واقعا گالوب وقتی میگه نرخ خطا در این نظرسنجی 3 تا 4% کاملا واقعی است، یعنی میتونید اعتماد بکنید. من سال هاست دارم نتایج نظرسنجی های مثلا مؤسسه مثل گالوب که در 136 کشور فعاله، چه نظرسنجی های بین المللی، چه نظرسنجی های داخلیش، یا هستن یکی دیگه از ضریب خطا شکم بالاتر از بتون راسموسن، یکی زاگبی که مال برادران لبنانی است که در ایالات متحده آمریکا اونها فعالن. ولی من بقیه بنگاه نظرسنجی گاهی وقتا حیرت میکنید، یعنی نرخ خطا ممکنه تا 140% 50% پیش بره. یعنی نشون میده ساختگی است و ریشه‌های سیاسی داره. حالا به هر حال اجازه بدید که گزارش آقای دایی عزیز رو با هم نگاه کنیم. بر پایه جدیدترین نظرسنجی تلفنی دانشگاه مریلند آمریکا که از بیش از 1000 تن در ایران صورت، این گزارش تلویزیون صدای آمریکا از نشستی است که پنجشنبه 31 مارس در سنای آمریکا برگزار شد تا نتیجه یک نظرسنجی از مردم ایران در اختیار عموم قرار گیرد. این نظرسنجی توسط ابراهیم محسنی تهیه شده که وی را در اینجا در کنار لابیست رژیم تیتا پارسی می‌بینیم. محسنی در سالهای اخیر تحت نظارت نهادهای امنیتی رژیم سالی 2 یا 3 نظرسنجی دروغین را در ایران تهیه و در آمریکا منتشر کرده است. تیتا پارسی و شبکه لابی مماشات هم این نظرسنجی ها را در مؤسسات فکری، رسانه ها و نهادهای سیاسی مطرح و برایشان تبلیغ می کنند. با هم به بخشی از گزارش صدای آمریکا در مورد این نظرسنجی اخیر نگاه کنیم.
بر اساس یافته‌های این نظرسنجی مشارکت بالای مردم در انتخابات به نشانه اعتقادشان به نظام هست. در این نشست ریتا پارسی رئیس شورای ملی ایرانیان آمریکا که به عنوان کارشناس ایران دعوت شده بود، یکی از نتایج چشمگیر این نظرسنجی را نگاه ایرانیان به کشورشان به عنوان قدرت منطقه‌ای عنوان کرد. تغییر در دیدگاه ایرانیان نسبت به جایگاه ایران در منطقه دیده می شود. یعنی ایرانیان خودشان را با نظام های غیر دموکراتیک منطقه می سنجند و سیستم ایران را برتر از دیگران می یابند. این نظرسنجی نشان می دهد که اعتماد مردم به نظام صراحتن و به طور شگفت آوری بالاست. یعنی تغییرات در سیستم را از طریق حضور پای صندوق رای و آرایشان را مؤثر می بینند. گزارش صدای آمریکا و کمک رسانیش به کارزار دروغ پراکنی رژیم آنقدر در فضای مجازی مورد اعتراض هموطنان قرار گرفت که به دستور مسئولین صدای آمریکا این گزارش از وبسایت حذف شد. در گزارش حاضر با ابراهیم محسنی، سابقه وی، مرکز تولید این نظرسنجی‌ها در تهران و نحوه پخش آنها در آمریکا و همکاری وی با تریتا پارسی آشنا می‌شویم و به نظرسنجی‌های قبلی و دروغگوهای نجومی آنها نگاه می‌کنیم. اما قبل از آن بهتر است نگاه کوتاهی به همین نظرسنجی اخیر بیندازیم که صدای آمریکا برایش تبلیغ می‌کرد. در این نظرسنجی که به ادعای محسنی در ایام انتخابات اخیر در ایران تهیه شده، 68.3% از سوال شنوندگان ایرانی گفتند که میزان آزادی مردم در ایران به اندازه مورد نیاز جامعه است. یعنی اکثریت مردم میزان آزادی را مناسب می دانند. در پاسخ به این سوال که انتخابات اخیر در ایران چقدر آزاد و عادلانه است، 43.7% گفتند که خیلی عادلانه است و 39% گفتند که در مجموع عادلانه است. یعنی در مجموع اکثریت مردم انتخابات در ایران را آزاد و دموکراتیک می دانند. از مردم سوال شده که آیا مسئولین حکومتی هنگام تصمیم گیری در مورد مسائل کشور باید قوانین اسلامی را مورد نظر قرار دهند یا خیر؟ 42.5% گفتند که بله، باید خیلی مورد توجه باشد و 33.9% گفتند که تا حدودی. یعنی مجموعاً 76% مردم خواهان آنند که مسئولان قوانین اسلامی را اجرا کنند. در مورد دخالت نظامی رژیم در سوریه و شرکت در قتل عام مردم این کشور، 51% طرفدار این هستند که رژیم ایران حمایت نظامی و مالی و سیاسی از قصاب دمشق بشار اسد را افزایش دهد و 23.5% خواهان حمایت در همین سطح کنونی هستند. یعنی در مجموع 75% از مردم از دخالت نظامی رژیم در سوریه حمایت میکنند. طبیعتاً این نظرسنجی قلابی که برای فریب افکار عمومی غرب تهیه شده، در این حال مورد توجه خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه در ایران هم هست. جعل نظرسنجی و انتشار آن در آمریکا از دوره احمدی نژاد و داستان حق مسلم هسته‌ای به طور متمرکز شروع شد. در آن زمان رژیم تلاش میکرد تا برنامه هسته‌ای را مورد حمایت مردم جلوه دهد تا از فشار غرب بکاهد. تهیه این نظرسنجی ها برای مصرف در آمریکا از سال 2007 تحت نظارت وزارت خارجه رژیم شروع شد. در سال 2009 با همکاری دولت احمدی نژاد در دانشگاه تهران بخش کوچکی به نام دانشگاه مطالعات جهان راه اندازی شد که رئیس آن شخصی به نام محمد مرندی است که معمولا در رسانه های انگلیسی زبان بین المللی به نفع رژیم صحبت می کند و وابسته به خامنه‌ای و سپاه است. در این مؤسسه جدید و تحت ریاست مرندی، مرکز پژوهش‌های افکار عمومی و تحولات اجتماعی دانشگاه تهران راه اندازی شد تا فعالیت‌های مربوط به نظرسنجی و تولید و انتشار آن را به عهده بگیرد. ابراهیم محسنی هم به عنوان مدیر این پروژه انتخاب شد. محسنی در ایران با بسیج دانشجوی همکاری می‌کند. این پوستر یکی از سخنرانی‌های وی برای بسیج است. محسنی از تهران به واشنگتن رفت و به کمک محافل مماشات در بخش مطالعات امنیتی و بین‌المللی دانشگاه مریلند مشغول به کار شد. از آن به بعد نظرسنجی‌ها در تهران و توسط محسنی و تحت نظر مسئولین امنیتی تهیه می‌شوند و دانشگاه مریلند آنها را منتشر می‌کند. اولین نظرسنجی در سال 2007 تهیه شد و تریتا پارسی و چند نفر از طرفداران مماشات در واشنگتن در یک کنفرانس مطبوعاتی آن را منتشر کردند. در این نظرسنجی 91% گفته بودند که برنامه هسته‌ای و چرخه سوخت یعنی غنی‌سازی برای ایران بسیار با اهمیت است و از آن حمایت کرده بودند.
این مؤسسه در سپتامبر 2009 و در اوج جنبش مردمی در ایران و سرکوب وحشیانه مردم، یک نظرسنجی در مورد انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی احمدی نژاد تولید کرد که نتایج آن توهین به شعور آدم‌ها بود. بنا به نتایج این نظرسنجی قلابی، 81% از سوال شنوندگان ایرانی گفته بودند که احمدی نژاد رئیس جمهور مشروع ایران است و 81% هم گفته بودند که پروسه انتخاب شدن احمدی نژاد قابل اعتماد بوده است. چند ماه بعد در اوایل 2010 و به دنبال ماه‌ها سرکوب و کشتار مردم، همه مؤسسه یک نظرسنجی جدید منتشر کرد که باز هم 81% احمدی نژاد را رئیس جمهور مشروع دانسته و 83% گفته بودند که انتخاباتی که در آن احمدی نژاد رئیس جمهور شد آزاد و منصفانه بوده است. در همان نظرسنجی 61% گفته بودند که اختیارات خامنه‌ای به عنوان ولی فقیه برای کشور ضروری است و باید ادامه یابد. یکی از حیرت آورترین نظرسنجی های مؤسسه در اکتبر 2012 طی یک کنفرانس مطبوعاتی و با شرکت محسنی و همکاران مماشاتچی وی در واشنگتن منتشر شد. طبق این نظرسنجی گویا اکثریت قاطع مردم ایران که تحت فشار تحریم با فقر و فلاکت دست و پنجه نرم می‌کردند گفته بودند که حاضرند تحریم و جنگ و سختی‌های ناشی از آن را تحمل کنند، اما به هیچ وجه راضی به توقف غنی‌سازی در داخل کشور نیستند. به صحبت‌های محسنی و وقاحت رژیم آخوندی گوش کنیم. Which is closer to your opinion, Iran should continue its nuclear enrichment activity even if it results in a war versus Iran should prevent a war from occurring even if it means suspending nuclear enrichment activity. 55% say we should continue enriching uranium, while 33% say preventing a war is of higher importance. از آنجا که گویا دروغگویی به نفع رژیم آخوندی شغل بسیار پرمنفعتی است، سال بعد در 2013 یک نظرسنجی دیگر تولید شد که تریتا پارسی و یکی از همکارانش به نام جیمز زاگبی آن را در اختیار رسانه‌ها قرار دادند. تولید کنندگان این نظرسنجی قلابی مدعی شدند که 2/3 مردم ایران که کمرشان زیر فشار اقتصاد ورشکسته رژیم و تحریم‌ها خرد شده بود، از دستیابی رژیم به سلاح هسته‌ای حمایت کرده بودند. و از همه وقیح‌تر 96% مردم گفته بودند که حاضرن تحریم و فشار را به خاطر ادامه برنامه هسته‌ای تحمل کنند. When we ask should do you support the nuclear program? Majority say yes. When we ask should your country have a nuclear weapon? That's the slide that we're going to put up next. Should your country have a nuclear weapon? About 2/3 say yes. And then finally when asked the question about sanctions, 96% say it's right to have the nuclear weapon, even if sanctions are taking a toll. It's worth the price of sanctions to have a nuclear weapons program, or nuclear program period. جالب اینجاست که رژیم و مقامات امنیتی که خودشان این نظرسنجی‌های قلابی را درست می‌کنند و به آمریکا می‌فرستند، پس از انتشار آنها در آمریکا اخبار نظرسنجی‌ها را به فارسی ترجمه و در رسانه‌های داخل هم منتشر می‌کنند تا مردم ایران را فریب بدهند. به مصاحبه تلویزیون رژیم با محسنی در سال 93 در مورد یکی از این نظرسنجی‌ها نگاه کنیم. آقای دکتر ابراهیم محسنی، تحلیلگر ارشد مرکز پژوهش‌های افکار عمومی و تحولات اجتماعی دانشگاه تهران، از پژوهشی میگوید که پرونده هسته‌ای کشور را این بار از نگاه مردم کارشناسی کرده. یک نظرسنجی با ضریب اطمینان 95% و حاشیه خطای 3.1%، نتیجه‌ای که در صفحه نخست یکی از سایت‌های نظرسنجی دنیا به نام World Public Opinion نیز منعکس می‌شود و بر اعتبار و اهمیت این نظرسنجی برای افکار عمومی جهان صحه می‌گذارد. ما می‌بینیم که میزان بی‌اعتمادی هم به آمریکا هم به کشورهای 5 به علاوه 1 در حال افزایش. سوال اینه که اگر مذاکرات بین ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 به توافق نهایی منجر نگردد، شما بیشتر چه کسی را مقصر خواهید دانست؟ که 46% میگن آمریکا، 18% میگن کشورهای 5 به علاوه 1. کسانی که ایران رو، دولت مردان ایران رو، سیاست‌های ایران رو مقصر خواهند دونست حدود 7%.
جامعه هست. در جای دیگر از مردم این چنین پرسش می شود که اگر شما معتقدید که برنامه هسته‌ای کشورمان بهانه‌ای بیش نبوده و آمریکا در پی دستیابی به اهداف دیگری است، به اعتقاد شما هدف اصلی آمریکا چیست؟ که در پاسخ 30% عبارت سلطه بر ایران، 21% مقابله با پیشرفت و قدرت یافتن ایران، 11% تغییر نظام را عنوان می کنند. دکان جعل نظرسنجی مرندی و محسنی در مواردی که لازم باشد در داخل کشور هم فعالیت می کند. مثلا در سال 93 جناح راست حکومت تصمیم داشت تا طرح جداسازی زنان و مردان در محیط‌های کار را اجرا کند و قرار شد که از شهرداری تهران شروع شود. این طرح با اعتراض گسترده‌ای در ایران روبرو شد و حتی دولت و برخی از جناح‌های حکومتی هم با آن مخالفت کردند. مرندی و محسنی به سفارش نهادهای امنیتی یک نظرسنجی قلابی تولید کردند تا ثابت کنند که اکثریت مردم از جداسازی زن و مرد حمایت میکنند. محسنی در مصاحبه با سایت تسنیم وابسته به سپاه گفت نتایج این نظرسنجی عمومی نشان میدهد که اکثریت شهروندان ایرانی اجرای احکام اسلامی در جامعه را موجب کاهش مشکلات کشور عنوان کردند و 78% شهروندان ایرانی جدا کردن محیط کار زنان و مردان را باعث ایجاد آرامش بیشتر در خانواده ها دانستند. همانطور که می دانیم بارزترین خصوصیت حکومت آخوندی دروغگویی و عوام فریبی است. به همین ترتیب شغل اصلی دلالان و لابیست های این حکومت در خارج از کشور نیز انتشار، تبلیغ و جا انداختن این دروغ ها به منظور فریب افکار عمومی در غرب است. چون شما واقعا اگه طرف اصلاح یک حتی بگیم اگه بگیم مثلا باشه این نظام هم اصلاح میشه، ولی شما وقتی از طریق صندوق رأی نتونستید اینو اصلاح بکنید، یعنی از داخل خود حکومت بکنید، بالاخره باید بدید از روش های دیگری استفاده کنید برای اصلاح نظام. اینا میگن نه، ما دنبال روش دیگه نمیریم. برای همین اصلاح طلب که نیستن، که اینا برای بزک نظام اومدن. به گفته خود اینها، خود این رجب علی مزروی که دبیرکل حزب مشارکت بود، یک بار گفت هدف ما اینه که این صندوق‌ها رو گرم نگه داریم، مردم دنبال راه حل‌های دیگه نرن. بنابراین وظیفه اینا حفظ نظامه، نه اصلاح نظام. این یک. دوم این که در همین که فرمودید اینطور نیست هموطن که رابطه با جمهوری اسلامی مماشات به لابی‌ها فضا دادن این باشه که دموکرات‌ها خیلی طرفدارن، نه خیلی جمهورخواه خیلی مثلا تند و تیزن. هم چیزای نیست متأسفانه. عرض کردم مثال روشنش اینه که زمان آقای رونالد ریگان پنهانی به اینا اسلحه هم میدادن، هواپیما فرستادن ایران با کلت و کیک و انجیل و شادی و همه چی جمهوری اسلامی پس زد. و خیلی هم آقای جورج بوش سال اولی که ایشون اومد قبل از 11 سپتامبر کلی با این جمهوری اسلامی دوست بود، رفیق بود، خیلی برصد گفتنی زیاده. اینجوری نیست. و الان تو این کاندیداها بالاخره آقای دونالد ترامپ بیاد، حالا میگن اینا ظاهرا ما میریم پاره میکنیم نمیدونم معامله هستی رو، این خبرها که نیستش. که آقای ترامپ ناراحتیش اینه که میگه چرا این پولی که ما 150 میلیارد دادیم جمهوری اسلامی میخواد بره ایرباس بخره، نمیاد بوئینگ بخره. بنابراین زیاد دل خوش نکنیم، بگیم فکر کنیم جمهوری خواهان میان تمام میشه این حرفا. نکته سومم اینه که ایرانی ها بله این لابی ها که به اصطلاح اینقدر فعالن، به طور کلی که این جمهوری اسلامی اینقدر فعاله در خارج، اینها ما خودمون کوتاهی کردیم، ما صدا نداریم، اصلا اعتقاد نداشتیم که به اصطلاح صدای خودمون رو برسونیم. همه چند روز پیش کاخ سفید مراسم نوروزی بوده، یه بار این کاخ سفید براش سمه، مثل جن و بسم الله است که خدای نکرده یکی از مخالفین جمهوری اسلامی رو ببره تو کاخ سفید. حالا به هر مناسبتی سعی میکنه بی‌طرف‌ترین آدم‌ها رو جمع بکنه ببره اونجا، که همیشه هم قربونش برم چند نفر از نایاک اونجا هستن. دوباره دیدم تیزا پارسی و اون عبدی معاونش و اینا عکس انداختن تو کاخ سفید عدلی. که خاک بپاشن چش همه بگم ببینید ما الان تو کاخ سفیدیم. تشکر، ممنونم. بریم رو خط دیگری. شالاتون تصادفاً شالاتون به کسی میگن که خوش زبان باشه و با خوش زبانی مردم رو فریب بده. من خوش زبانی در آقای ترامپ ندیدم. شالاتون واژه فرانسویه اما اصلش میگن ایتالیاییه. اهالی شهر چرتانی دورگرد بودن، حقباز بودن، کلاهبردار بودن. درود بر شما میفرم. ولی به علل اصول نباید در بحث‌های سیاسی مناظره فرق نمی‌کنه صفت به افراد
کافیست که اعمال و کارنامه اونها رو شما یک یکی بازگو بکنید. دیگه نیازی نیست خود شما صفتی اضافه بکنید به اونها. اجازه بدید که خود مردم قضاوت بکنن. درود بر شما، بفرمایید. سلام بر شما آقای جلیل مرتضوی، بفرمایید. تشکر میگم آقای میمیدی. من یه صحبتی داشتم در رابطه با همین همه پرسی دانشگاه مریلند. بله بله. اولا که دلیل به نظر من دلیل این که اپوزیسیون در خارج موفق نبودن تا حال به خاطر همین تناقض صحبتهایی که میکنن. اولا که وقتی اعلام میشه مثلا در یک جایی که ایران از همه کشورها بیشتر فرار مغزها زیاده، اونو هیچ که مورد سوال قرار نمیده، در صورتی که ممکنه یکی بپرسه اگر این مغزهایی که این همه از ایران فرار میکنن، پس اونهایی که فناوری هسته‌ای را در ایران درست کردن که با این قرارداد جلوگیری شد از رسیدن به بمب، پس اونها را کی درست میکنه؟ یک. دوم، دانشگاه مریلند یک اعتبار جهانی داره، دانشگاه خیلی معتبریه، به چه مناسبتی بیاد یک کار دروغ انجام بده که میدونه که در واشنگتن زیر ذره‌بین قرار میگیره، اعتبار 100 ساله خودش از بین ببره به خاطر اینکه میخواد همه پرسی به نفع ایران تموم بشه. این دوم. سومیش اینه که همین دانشگاه مریلند، همین آقای دکتر کریمی حکاک که مهمان برنامه شما هم هست، در همین دانشگاه تدریس میکنه. بنابراین اگر یک آماری توسط یک مرکز معتبر امریکا راجع به ایران انجام میشه و نتیجهش هم اعلام میکنن، همینه که هست دیگه. اگر نبود قبلا هم در جاهای دیگه، دانشگاه پنسیلوانیا هم در انتخابات گذشته همین آمارا رو داشته. بنابراین نمیشه گفتش که پس تمام امریکا به نفع ایران داره کار میکنه. اگه اینجوریه دیگه ما بحثی با کسی نداریم. پس این همه تضاد بین امریکا با ایران، این همه مشکلاتی که به وجود اومده، پس وجود نداره، همه اینا ساختگی و پول میگیرن. این به نظر من یه مقدار ساده لوحیه یا حداقل توهین به بیننده هاست. خیلی ممنونم از اینکه به من وقت دادید. عرض کنم که هموطن عزیز، توهین به بیننده اینه که در نظرسنجی که در کشتار مردم 7 سال پیش 8 سال پیش که میلیون ها نفر در خیابان بودن علیه تقلب انتخاباتی و بعد علیه نظام داشتن شعار میدادن، همین دانشگاه مریلند نظرسنجی منتشر کنه که 81% احمد نژاد و رئیس جمهور مشروع میدونن، 83% انتخابات سالم و عادلانه و آزاد میدونن و 61% گفتن که اختیارات ولی فقیه خیلی هم خوبه، 30 خورده درصد هم گفتن باید اضافه بشه. این توهین به مردمه. اولا شما تعمیم میدید. من گفتم بخشی از دانشگاه مریلند که با مرکز یا تهران که ابراهیم محسنی اینا دارن کار میکنن، به بخش های دیگه، بخش ادبیات و هنر و فنی و مهندسی شما تعمیم دارید به کل آمریکا، پس همه آمریکا دروغ میگه. پس ما ساده لوحیم هموطن عزیز، خودتون قضاوت بکنید. 96% مردم ایران گفتن ما حاضریم تحریم رو به جان بخریم ولی از غنی‌سازی دست بر نمی‌داریم. 57% همین دانشگاه مریلند، 57% مردم ایران گفتن که ما حاضریم جنگ بشه، تحریم که هیچ، جنگ بشه تو ایران، خطر جنگ رو بپذیریم ولی از غنی‌سازی دست بر نمی‌داریم. آخه این ما اصلا ساده لوحی رو کاری نداریم. عقل سالم جور در میادی هم چیزی مردم ایران؟ این شناخت که شما دارید اینه. هموطن عزیز، شما خود میدونید که چقدر اگر در آمریکا تشریف دارید میدونید دروغ پراکنی چقدر میتونن راهاشو پیدا کنن انجام بدن. تازه شما مثل این گزارش رو نگاه نکردید. تمام اصل این گزارش برای این بود که سوای اتهام زدن که آقا دانشگاه مریلند دروغ میگه، بیان بگیم آقا پشت این ادعا چیه. آقای محسنی رو نشون دادیم که 80% مردم تو ایران خواهان جداسازی زن و مردن، که این بخش دانشگاه ملت، آقای فرید زکریا رئیس همین ابراهیم محسنی تو تلویزیون سی ان ان می‌خواست بنزه بیرون وسط برنامه، چون در اوج کشت و کشتار مردم داشت از احمد نژاد دفاع میکرد. این مرکز دروغگویی که در زمان احمد نژاد راه افتاده
آقا اومد در دانشگاه مریلند این دروغا رو میان اینجا به خورد مردم میدن. واقعا 75% مردم ایران طرفدار اینن که جمهوری اسلامی در سوریه دخالت نظامی بکنه. واقعا اینه؟ شما خودتون قضاوت بکنید. من ساده لوام. واقعا اینه؟ درود بر شما بفرمایید. شما آقای مهودی، همچنین آقای دایی، خسته نباشید. قربان شما، بفرمایید در خدمتی. آقای مهودی، این فرمایش شما امروز آقای دایی اینا همه بسیار عالی، ولی من پریروز داشتم برنامه شما رو نگاه میکردم. راجب امروز بگید. امروز اگه سوالی دارید از آقای دایی بفرمایید، در غیر صورت تو اون برنامه بیاد مطرح کنید. چشم، ممنون میشم. من به نظر من خدمت آقای دایی که سوال عرض کنم، ما تمام ملت ایران به اینجا رسیدیم که اتحاد باید بکنیم و رهبری داشته باشیم. وقتی من شنیدم در اونجا وقتی مطرح میشه که شورای رهبری، یعنی انگار که یک چاله ای ما داریم میکنیم که دوباره خودمون بندازیم تو چاله، یعنی دوباره این تفرقه ادامه داشته باشه، دوباره این بدبختی 37 سالی ادامه داشته باشه، همچنان که ما داریم اونجا ملت ما حق حقوق بشر ندارن، همچنان که داریم همینجوری از ما میکشن، همینجوری زندان، همینجوری دزدی، همینجور باز نقشه های جدید. من اینجا خیلی واقعا این مشکل دارم با این مسئله. آقای مهودی، ما چیزی که مشخص هست باید انجام بدیم. ما میخوایم اینجا 1000 سال طول بکشه، مملکت ما تیک پاره بشه، دریای مازندران که ما رفت، تمام زندگی ما ایران که همه رفت، تمام همه ما که در بدر شدیم، دیگه چی مونده که باز میخوایم این آدمایی که میان اینجا 37 سال پیش ما رو به این بدبختی کشوندن، هنوزم میخوان اینا بیان اینجا واسه ما نقشه بکشن؟ پرسشتون چیه؟ پرس دقیقا بفرمایید. پرسش من آقای دایی، پرسش از شما، ما امروز باید روکره صرف بزنیم. ما نمیتونیم هی اون بگه این بگه این بگه اون بگه. من میگم آقا این اتحاد با رهبری درست است آقای دایی؟ تشکر میکنم. شما هم یه لازم که وقت دارید اینجا. تشکر، گوش کن آقای دایی بفرم. ایشون چاره کار رو در اتحاد میدونن. بله؟ ایشون چاره رو در اتحاد میدونن. بله، درست میفهمم. و به نظر من حرف ناسعی نیست. درود بر شما بفرمایید. قربان شما، سلام علیکم، سال نو مبارک. قربان شما، عرض تبریک سال نو خدمت شما. همچنین آقای دایی، ایشالا که سال 95 آقای دایی هم یه مقدار با خوشرویی تر با مردم صحبت بکنن، به خصوص در رابطه با سوالاتی که تو برنامه شون میشن. به هر حال آقای مهدودی، آقای دایی، 37 سال جمهوری اسلامی بیزینسش رو باز کرده، مرگ در آمریکا. خب اینایی که شعار میده مرگ در آمریکا و میان از جمهوری اسلامی دفاع میکنه و همون کلام ایرانی خودمون، اینا چه مرگشونه تو آمریکا و اروپا زندگی میکنه؟ آمریکا که کفره، زمینش کفره، پس اینا تو آمریکا چه کار داره؟ خب اینا اگه جمهوری اسلامی عاشق جمهوری اسلامی است، جمهوری اسلامی رو دوست دارن، خب برن همونجا زندگی کنن. اگر ما اومدیم خارج از کشور، ما اونجا مشکل داشتیم، اونجا نمیتونیم زندگی بکنیم. ما گرفتاری داریم با نظام جمهوری اسلامی، با کلیت نظام گرفتاری داریم. شما که گرفتاری ندارین، چه مرگتون میاد اینجا؟ این یه مورد. سوال من از آقای دایی اینه که آقای دایی، اخیرا خانم هیلاری کلینتون گفته که من اگر رئیس جمهور بشم به ایران حمله میکنم. بخاطر نظر شما راجع به این سوال بکنم. بس و اینکه آقای جعفری فرماندهی سپاه مملکت ما میگه امنیت مردم در درجه دوم وظیفه ماست، اینو به اون دسته از جمهوری پرستار بگین آقا اینم خط، اینم مملکت ما، اینم عرق هموطن ما، اینم منافع مملکت ما. خیلی ممنون میشم. خداحافظ. آیدایی بفرم. از کنم یه نکته رو من کلا بگم. صحبت اصلا نظرسنجی نیست که ما رو بیم راجع به آمار و ارقام بگیم که آقا 53% درسته یا 58% یا 4%. اینها، این نظرسنجی ها بخشی از کارزار فریبه که کمک میکنه جمهوری اسلامی بیشتر سر کار بمونه. افکار عمومی رو فریب میدن، دنیا رو، مردم ایران رو فریب میدن. صحبت نظرسنجی نیست. صحبت از این که این حکومت شرک. ببینید شما وقتی که جمهوری اسلامی با ادامه برنامه هستی، مردم به فقر و فلاکت انداخت که هزاران نفر فوت کردن، مردم
بیچار و فلک زده شدن و که شما میاید با نظرسنجی جعلی میری تو سنای آمریکا پخش می‌کنید و جای دیگه کمک می‌کنید به ادامه برنامه هسته‌ای، به ادامه تحریم‌ها و فقر و فلاکت مردم، شریک جرمید، دست در خون مردم می‌کنید. صحبت از درصد نیست که هموطن میگه ما ساده لوحیم. اینا شراکت در جنایت، مشارکت در جنایت. صدای آمریکا دانسته ای رو پخش میکنه، سردبیر صدای آمریکا همکار تیتو پارسی بوده، دانسته اینو پخش میکنه، میدونن اینا دروغه. کدوم آدم عاقلی آخه باور میکنه 96% مردم ایران گفتن ما تحریم رو میپذیریم، دست از غنی‌سازی بر نمیداریم؟ این شرکت در جنایته. بنابراین این حساسیت هم راجع به تعداد ارقام و اینها نیست، راجع به این کارزار دروغیه که 7 سال به حق مسلم هسته‌ای نگذاشتن مردم اظهار نظر کنن، چه در داخل و چه در خارج. یک. دوم، هموطنمون فرمودن که با خونسردی و خوشرویی من صحبت کنم. من عذر میخوام اگر بدرویی کردم. حساسیت من راجع به همینه که واقعش اینه که این جمهوری دروغ و فریب که توی مملکته، وقتی رفت از این مملکت، ما یه خرابه، یک ویرانه، یک زمین سوخته، هیروشیما تحویل خواهیم گرفت. اون موقع دیگه دیره، باید الان این مسائل رو گفت. و در پایان هم هموطنم فرمودن که خانم هیلاری کلینتون گفتن که من بیام به ایران حمله کنم. من نشینم. نمیدونم آقای مهبودی شما شنیدین؟ نخیر نخیر، منم نشنیدم. در ضمن خانم درخشش چه همکاری داشته با تریتا پارسی؟ نه، خانم درخشش که مدیر صدا آمریکا، سردبیر صدا آمریکا. ها، سردبیر. چیه سردبیر؟ در پور ایشون در شرکت آتی بهار که دلالی نفتی میکردن ایشون کار میکرده. بعد اومده خارج. آقای تیتو پارسی هم اتفاقا کارمند همون شرکت بوده. حالا من به شخص یعنی... کاری ندارم. یعنی سردبیر جدید ها؟ بله، سر ایشون یک سال و خورده سردبیر شده. البته همه بخشا دستش نیست، خوشبختانه یه جای سالمی هم تو صدای آمریکا هست. ولی تفاوتش با بی بی سی بالاخره تکلیف آدم میدونه. بی بی سی خطش اینه که از یکی از جناهای حکومتی در ایران دفاع میکنه. بالاخره چرا به مدیران کل شکایت نمیکنه آقای دایی؟ والا این صدای آمریکا هر دفعه شکایت شده بدتر شده. آدم میترسه یه چیز بگه که بیاد بدتر. واقعا اینه. تشکر میکنم.